مولوی عبدالحمید در خطبه های خود در مراسم سالگرد جمعه خونین زاهدان گفت آن زمان کسی انتظار وقوع چنین حادثه ای تلخی را نداشت او یادآور شد چنین جنایتی با این گستردگی و ابعاد از تبعات نگاه تبعیضآمیز حکومت به اقلیتهای قومی و مذهبی است خطبه های نماز جمعه عبدالحمید اسماعیل زهی یک روز پیش از نخستین سالگرد جنایت زاهدان در 8 مهر 1401 در شرایطی با حضور پرشمار نمازگزاران ایراد شد که مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار داشت. سایت حالوش در گزارشی نوشت که نیروهای امنیتی همه خیابانها و کوچه هایی که به مسجد مکی منتهی شدند و مناطق اطراف آن را از جمله خیابانهای مدنی و به بعثت زاهدان را مسدود کردند و اجازه ورود شمار زیادی از شهروندان را به محل برگزاری نماز جمعه ندادند. این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد ویدیوهایی از شهرهای دیگر این استان مانند خاش ایرانشهر چابهار هم منتشر کرد که حاکش حضور سنگین نیروهای امنیتی در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان را داشت امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای خود جنایت هشت مهر سال گذشته را برای هر کسی که وجدان بیدار دارد حادثه تخت توصیف کرد و گفت چنین حملاتی که با بیش از 100 قربانی و 300 مجروح در هیچ کجای دنیا پیش نمی آید به گفته مولوی عبدالحمید مصلای زاهدان همیشه مکانی محوری در زمینه وحدت و امنیت بوده و کسی انتظار نداشت جنایت جمعه خونین در چنین محلی رخ دهد او با تکرار سخنهای ماهای پیش مبنی بر اینکه خواسته های مردم مجازات اسلامی کسانی است که مرتکب این جنایت شدند از صبر خانواده های قربانیان و مجروحان در راستای پیگیری قانونی این جنایت تشکر کرد اسماعیل زهی با اشاره به اینکه شماری از خانواده های این جنایت را از طریق قانون پیگیری کرده و پرونده تشکیل دادن یادآور شد اما برخی که تصور میکردند از نظر قانونی پیگیری و مجازاتی برای عاملان جنایت در کار نخواهد بود پیگیری و ثبت شکایت نکردند امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه گفت به قاضیانی که پرونده را رسیدگی میکنند شناخت داریم آدم های خوبی هستند اما در کشور ما قضات استقلال لازم را ندارند و بر همین اساس اطلاع داریم که از جاهای مختلف بر این قاضی ها فشارهای زیادی وارد می شود مولوی عبدالحمید در همین زمینه گفت که دیگر به اینکه قاضی پرونده جمعه خونین بتواند حکمی به نفع قربانیان صادر کند امیدی وجود ندارد او یادآوری کرد که در یک سال گذشته برخی مقام های حکومتی حرف از مصالحه زدند اما خانواده قربانیان با وجود نیازشان به پول و فقر اقتصادی راضی به پذیرفتن دیه نشدند جمعی اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به تبعیض و نابرابری اشاره کرد که در مناطقی با اقلیت‌های قومی و مذهبی به شکل تشدید شده وجود دارد او یادآور شد که از 44 سال پیش تاکنون کنون حتی در ادارات زاهدان اهل سنت و بلوش کمتر استخدام شدند اسماعیل با تاکید بر این نابرابری که اثرش را در آموزش کودکان و بیسوادی این منطقه هم میتوان دید گفت همین جنایت جمعه خونین زاهدان با این گستردگی از آثار تبعیض و نگاه های حاکمیتی به سیستان و بلوچستان است مولوی عبدالحمید در این حال از همدردی مردم ایران و ساکنان خارج از کشور با مردم مظلوم سیستان و بلوچستان تشکر کرد. مدیر دارالعلوم زاهدان خطاب به حکومت هم گفت اگر بتوانید به, به خواسته های ملی ایرانیان که ما هم جزوشان هستیم رسیدگی و مشکلاتشان را حل کنید، قربانیان و خانواده های آنها حاضرند از حقوق خود بگذرند و رضایت بدهند. اسماعیل زهی اضافه کرد این مردم ممکن است سواد نداشته باشند اما عقل و قدرت تحلیل مسائل را دارند و در صورت لزوم می از حقشان بگذرند منوط به اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و آشتی بزرگ ملی و وحدت را شکل دهید امام جمعه اهل سنت در خطبه های خود سخنان انتقادیش در یک سال گذشته را مرور و به فقر مردم مشکلات اقتصادی و بی شدن پول ملی نبود آزادی بیان بی ادارتی و غیره اشاره کرد سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده از تابش لیزدی شناورهای سپاه پاسداران به یک بالگرد این کشور در خلیج فارس خبر داد. ریچارد نیتز اعلام کرد که در حالی که بالگرد جنگی بلی اچ وان زید وایپر آمریکا در حال عملیات معمولی گشتنی در آبهای بینون دریای عمان بود حدود ساعت هفت و اصر به وقت محلی با رفتار غیر ایمن و غیر نیروی دریای سپاه مواجه شد. ایران هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده این بیانیه در ادامه میافزاید کشتیهای سپاه پاسداران چندین بار به بالگرد در حال پرواز تابش لیزری کردند خوشبختانه این اقدام طرفات جانی نداشت و به بالگرد آسیبی وارد نشد این کار نظامیان سپاه اقدام شایسته از سوی یک نیروی دریایی حرفهای نیست این رفتار ناامن غیرحرفهای و غیرمسئولانه جان شهروندان ایالات متحده و شرکایان را به خطر می اندازد و باید فورا متوقف شود. آقای چرنیز در ادامه گفته نیروی دریایی ایالات متحده هوشیار است و به پرواز دریانوردی و عملیات در هر جایی که قوانین بیدون اجازه دهد ادامه خواهد داد و در این حال امنیت دریایی منطقه را ارتقا می دهد. بالگرد یاد شده در عرشه ناو آمریکایی یو اس انجام معمولیت می کند. واشنگتن مرداد امسال از اعزام بیش از سه هزار ملبون و توفنگدار دریایی به منطقه خاورمیانه برای مقابله با اقدام ایران در توقیف کشتیهای خارجی خبر داد و ناو یو اس باتان همان زمان به همراه ناو جنگی یو کارتر هال پس از عبور از دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز وارد دریای سرخ شد تا به آبهای جنوب ایران برود. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته بیش از 20 کشتی بین المللی رو مورد اذیت و حمله و توقیف قرار داده. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تنش میان نیروهای دریایی سپاه و نابهای آمریکایی در خلیج فارس منتشر شده بود. در همین زمینه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام 15 آزار پارسال اعلام کرد که یک قایق کشتی سپاه پاسداران برای دو ناو آمریکایی در حال عبور از تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کردند. نیروی دریایی آمریکا خرداد پارسال نیز اعلام کرده بود یک ناو جنگی این کشور در تنگه هرمز با قایق‌های روی سپاه پاسداران که مستقیما به سمت ناو آمریکایی می‌آمدند برخورد تنش‌آمیز داشته. این رویارویی حدود یک ساعت به طول انجام میده و نیروی دریایی آمریکا ویدیوی محبوب به این حادثه را هم همان زمان منتشر کرد ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده ای آمریکا از امسال استقرار جنگنده های اف 35 در خاورمیانه را خبر داد. نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتگام می گوید که این جنگنده ها برای تقویت گشتنی در تنگه هرمز در منطقه مستقر شدند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از بازداشت فردی خبر داده که عامل خرابکاری در شبکه دیتای توزیع برق این شهر معرفی شده بر اساس این گزارش بازداشت این فرد در پی اقدامات خرابکارانه به واسطه سرقت کابل در شبکه دیتای یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی اسفهان و اختلال در روند توزیع برق صورت گرفته این نهاد اطلاعاتی هیچ جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و تنها نوشته که فرد یاد شده در مخفیگاه خود بازداشت شده در ماهای اخیر حکومت از ترس اوج اعتراضات دست به بازداشت های گسترده زده جمهوری اسلامی در موارد متعددی از بازداشت عوامل خرابکاری در شبکه مختلف در ایران خبر داده اما جزئیاتی از هویت آنها و نحوه کارشان اعلام نکرده